ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران برای دیدار رسمی با امیر قطر و شرکت در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به دوحه پایتخت این کشور سفر کرده. در آغاز این سفر دو روزه ایران و قطر چند تفاهم نامه امضا کردند. آخرین بار 11 سال پیش یک رئیس جمهور ایران به قطر سفر کرده بود. فرید سفری پژوهشگر در مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد از شهر تورنتو با ما همراه میشه. آقای سفری، خب یکی از زمینه‌های همکاری‌های ایران و قطر خب همیشه گاز بود و اون میدان بزرگ گازی مشترکی دارن. با توجه به شرایطی که الان وضعیت گاز جهان داره و بحران روسیه و اوکراین، چه همکاری‌هایی میتونن این کشور رو با هم بکنن؟ بله، خب ببینید، ایران و قطر، در واقع قطر قصد داره که در مجمع کشورهای صادرکننده گاز که 70% ذخایر گاز رو در دنیا دارن و حدود 44% صادرات گاز رو در دنیا به عهده دارن، اجلاس خیلی مهمی هست. قطر میخواد از ایران استفاده کنه، از ظرفیت خط لوله ایران برای در واقع صادرات خودش به ترکیه، عراق، پاکستان و حتی در دراز مدت به هند که یکی از مشتری‌های مهم LNG در واقع قطر هست. خب قطر از حدود 20% از کل صادرات گاز طبیعیش رو از طریق خط لوله انجام میده و ظرفیتش تکمیل هست و میخواد از ایران استفاده کنه تا این ظرفیت رو بالاتر ببره. اما ایران، خب این در کوتاه مدت میتونه این مقدار سودآور باشه برای ایران، از لحاظ اینکه میتونه با سواپ و ترانزیت در واقع این کار رو انجام بده. اما خب مسیر توسعه انرژی و گازی ایران نیست به این معنا که ایران رو این مقدار منفعل میکنه، چون مشتریهاش تا حدی از دست خواهد داد و در واقع ایران میتونه مسیر توسعه ایران به شکلی خواهد بود که بتونه با افزایش ظرفیت خودش و در واقع و افزایش سهم برداشت خودش از میدانهای گازی مشترک، اگر این اتفاق بیفته، اتفاق مثبت و خیلی رو به جلویی هست و بتونه با انتقال تکنولوژی و اومدن شرکت خارجی بتونه در واقع ماکسیموم و بیشینه در واقع برداشت رو داشته باشه و با فناوری های تبدیل گاز طبیعی و افزایش سامانه های LNG و هیدروژن بتونه نقش مهمی رو در آینده ایفا کنه. در واقع من فکر میکنم بیشتر بر اساس بحث سواپ و ترانزیت گاز طبیعی قطر خواهد بود از طریق ایران تا قطر بتونه این ظرفیت خودش رو بالا ببره. فرید سفری پژوهشگر در مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد از تورنتو با ما همراه بودید. ممنونم از شما.